آقای دکتر میخوام وارد بحث وحش بشیم. شما خب تا اینجا اومدیم گفتیم حالا بحث خدا، بحث یه مقداری بحث اخلاق، بحث پیچیدگی هایی که راجع به باید ها و مسائل خشونت و مسائل غیر وجود داره. شما مطالب خیلی خاصی درباره وحی مطرح کردید در طول سال‌های گذشته، به طور خاص درباره قرآن و درباره رابطه پیامبر اسلام با خداوند. من این رو حالا تو صحبت خصوصی هم که با شما داشتم مطرح کردم که با افرادی که پیگیرن و مقالات شما رو خیلی با دقت سعی میکنن مطالعه بکنن، هم که صحبت میکنی گاهی میبینی که اینها برداشت‌های متفاوتی دارن و مبهمه و خیلی در واقع یه سری به خصوص نتایجش یه مقداری مشخص نیست. حالا من اگه اجازه بدید خیلی یه مقدمه خیلی کوتاه میگم. آنچه که ما به عنوان مسلمان از اسلام میشناسیم شاید میشه گفته، یعنی بگیم از اسلام میشناسیم، خب یه بخش بحث قرآن هست، خود کتابی که به عنوان در واقع بین دو جلد قرار گرفته و امروز تقریبا میشه گفتش که متن ثابتی هم داره در سراسر دنیا اسلام. بخش دومی هست به نام احادیث قدسی، گفتن احادیثی است که در واقع پیامبر یا ائمه مثلا نقل کردن از خداوند ولی از قرآن جداست، اگرچه گفته میشه کلام خداست. کنتو کنزا محقیا فاحببت ان اخبرت فخلقت الخلق لکی اعرف، یا مثلا لولا کلما خلقت الافلاک، یا چیزهایی که بر صورت نقش در واقع همچنان بحث کلام خدا مطرح میشه یا بیان از طرف خدا مطرح میشه ولی گویندش رو پیامبر بدونن. بخش سومی هستش که تحت عنوان روایات مطرحه، یعنی پیامبر اومده و گفته که مثلا من به عنوان شارع یا من به عنوان پیامبر اسلام این مردم به شما میگم که این کار اخلاقی رو انجام بدید یا این نحو از عبادت رو انجام بدید یا این رفتار رو خلاصه درسته این رفتار غلطه. و چهارمی هم سنت عملی پیامبر هست، مواردی هستش که پیامبر به زبان مطرح نکردن ولی گفتن دیدن که پیامبر کاری رو کرده و اون رو یا یه جاهایی واجب فرض کردن یا جاهایی مستحب فرض کردن یا جاهایی مشروع و مباح فرض کردن. و در کنار اینها حتی بر اساس آیات قرآن چیزهایی مطرح شده که بین خدا و پیامبرش بوده، مثلا بحث فاوها الى عبدهما، وحی بوده بین خدا و پیامبرش که چه بسا ضرورتاً جزئیات اون منتشر هم نشده و گویا یک رابطه خاصی بوده بین خدا و پیامبرش و رموزی که چه بسا برای عموم نبوده. شما درباره وحی نظرات ویژه‌ای دارید. من اولا میخوام خواهش کنم که شما مطرح بفرمایید وحی چگونه در واقع تفکیک میکنه این امور رو، این در واقع کجا قرار میگیره در بین این چند حالتی که ما گفتیم، و بعد اساساً وحی از نظر شما چیست؟ وحی گفت پرسیدی آنچه نیست ثواب، دهمت آنچنان که هست جواب. خیز تا بر تو راز بگشایم، صورت نانموده بنمایم. واقعش اینه که پیچیده ترین قسمت در قصه دینداری و دینشناسی همین مسئله وحیه. من در نوشتار خودم کوشیدم که مسئله وحی رو خیلی سهل الهضمش کنم و شاید پیچیدگیاشو بگیرم ازش، دست کم برای کسانی که طالب شناختن رمز و راز وحی هم. و اون که من وحی رو تحویل کردم یا تشبیه کردم به رؤیا، و البته این بی سبب و بی اساس هم نبود. گفتم که وحی، همین وحیی که به پیامبران میشد، در واقع شبیه خوابی بود که میدیدن، شبیه خوابی است که ما آن میبینیم، و به این ترتیب در واقع فهم این پدیده تسهیل میشه. اینکه آدم فکر میکنه که خدا چجوری با یک کسانی سخن میگه و در گوش آنها میخواند، من فکر میکنم هر یک از ما اگر به رؤیا، به خواب دیدنمون مراجعه کنیم، تا حدود زیادی میتونیم یه درکی از این پدیده پیدا بکنیم. هیچ کسی نیست تو زندگیش خوابی ندیده باشه و در خواب مثلا کسی با او سخنی نگفته باشه، منظره ای رو ندیده باشه و در پس از خواب مثلا به دنبال تعبیرش و تعبیرش بر نیامده باشه، خوابی از دیگری نشنیده باشه.
اگر شما به خود پدیده خواب که باش آشنا هستید، با زندگیتون عجینه و آمیخته است، مراجعه کنید، مداقه کنید و بشکافیدش، بازشکافی کنید، به گمان من تا حدود زیادی به حقیقت وحی میتونید پی ببرید. حالا من اولین کسی نیستم که این کار رو میکنم، گرچه از این جهت شاید سخن من بدیع به نظر بیاد، ولی دست کم ما یکی از بزرگان اسلام رو داریم به نام غزالی، امام حامد، ابو حامد محمد غزالی، که خب یک فیلسوف و فیلسوف که نه، متکلم و محدث و عالم اخلاقی 900 سال پیش بود، ایرانی و توسی است. ایشان یه سخن خیلی زیبایی داره، اون سخنش رو هم برگرفته از قرآنه. شما ببینید در قرآن آخه ما داریم که ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، شیاطین هم به دوستانشون وحی میفرستن. توجه میکنید؟ یعنی اینطوری نیست که فقط فرشتگان وحی بیارن، شیاطین هم وحی میارن. این رو خود قرآن میگه، به صراحت هم میگه ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم. خب وحی شیاطین چیه؟ همون وسوسه ایست که در دل آدم نسبت به یه عمل زشتی بیدار می شود. غزالی یکی از حرفای خیلی زیبا و نکته سنجانه و خردمندانه شینه، میگه اگر میخواد ببینید وحی چیه، به وسوسه شیطانی نظر کنید. توجه میکنید؟ گاهی دوچار وسوسه شیطانی میشید، گاهی دوچار یه کشش هایی میشید، یا یه ارج و انگیزه هایی بدی احتمالا در شما پیدا میشه، همون که تو قرآن هم داریم که به وسوس و فی صدور الناس، توی سینه ی آدم وسوسه میکنه. این تمپتیشن ها، این وسوسه ها از جنس وحیه، منتها وحی شیطانی، نه وحی الهی، اما وحی بودنش وحیه. به همین سبب اگه میخواد، بنابراین شما دو تا راه دارید، الان دو تا راه پیش پای شماست، این دو تا هم مکمل یکدیگرن و در مقصد به هم میرسن، یکی خوابه یکی وسوسه شیطانی. اگر میخواید بدونید که یه پیامبری وقتی که معرض و معروض وحی قرار میگرفت، این چه حالتی بر او میرفت و در روان او و در باطن او چه میگذشت، به خودتون مراجعه کنید. وقتی که خوابی میبینید یا خوابی دیدید، یا وقتی که اسیر و دوچار یک وسوسه میشوید، اونجاها که مراجعه کنید میفهمید، مثل اینکه یک کسی داره شما رو برمی انگیزه، یه چیزی یاد شما میده، یه چیزی یاد شما میده، اینو بگو، این کارو برو بکن، این همو وسوسه است. وحی یه چیزی شبیه همینه. توجه میکنید؟ حالا البته اگر بخوایم از غزالی و از بنده حقیر عبور بکنید، یه قدم اون طرفتر بگذارید، یه کسی مثل حافظ، یه کسی مثل مولانا به ما میگه عشقم با آدم سخن میگه. یعنی اگه میخواید شما وحی رو بشناسید، وقتی عاشقید و ببینید این عشق با شما چه میکنه، چه انگیزه ایست، چیا یاد شما میده، چه کارایی رو پیش پای شما میگذاره، به شما میگه چه حرفایی بزنید، از چه راهی برید، و اصلا جهان رو چگونه در چشم شما میآراید، اینا از جنس وحیه. یعنی خیلی راه دور نرید. ما وقتی که میگیم وحی همچی چیزیست، من البته نمیگم که ما از این طریق پیامبر میشیم، ولی میتونیم یه حسی از پیامبری داشته باشیم، یک شمی، یک مختصری از اون عالم بالا رو بفهمیم که اینجوری میشه که یه کسی احساس میکنه دارن به او یه حرفی میزنن، از او یه چیزی میخوان، او رو به یه کاری برمی انگیزن، یه یقینی رو در جانش میکارن، یه وسوسه‌ای رو در کار او میکارن. خیلی این مهمه. منم از اینجا آغاز کردم، به جای اینکه من از یه متافیزیک خیلی ستبر سنگین آغاز کنم، ملائکه شناسی، خداشناسی، عرض میشود این چیزا، عوالم بالا، طبقاتی که گفتن، عالم عقول، عالم نفوس، عالم نمیدم ارواح کلیه، عقول قادسه، نفوس مجرده، نم انوار اسفهدیه، عالم مثال، جابلقا، جابلسا، اقلیم هشتم، عرض ملکوت، اینجور چیزها که گفتن که هر کدوم اینا هزاران هزار سطر دربارش نوشتند، باید نوشت و جز گم شدن در اون وادی هیچ حاصلی ندارد. گفت ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم، در بیابان فنا گم شدن آخر تا چند، ره بپرسیم مگر پی به مهمات داریم. منم
به جای نه اینکه سیری تو اون عوالم نکرده باشم، اما بعد از اینکه یه سیر مختصری تو اون عوالم کردیم و برگشتیم، من دیدم نه، راه نزدیکتری وجود داره. همیشه میشه راهو دور کرد، میشه راهو نزدیک کرد. بالاخره بستگی داره به اینکه آدم انصافش چقدر باشه، هنرش چقدر باشه، دریافتش از واقعیت چی باشه. من از این به اصطلاح کوچکترین مخرج مشترک شروع کردم، چیزی که همه ما در او شریکیم، همه ما هم با او آشناییم، او خواب دیدنه. غزالی وسوسه شیطانی را مطرح کرد که باز همه ما اگر دقت کنیم، تا گاهی ما در اینا دقت نمی کنیم، میتونیم بفهمیم که یه وقتی چجوری این تارهای وجود ما لرزان میشه و ما دچار وسوسه های خیلی عمیق و قوی میشیم، یا توی چهارراهی های خیلی اضطراب آوری قرار میگیریم. اونجاها که وجود به تزلزل و به زلزله میفته، اضطرابات عمیق ما رو دچار طوفان ها میکنن، اونجا ما به وجود خودمون بهتر پی میبریم. یعنی این حجاب های موقت کنار میره و این وزنه های سنگین از پای ما باز میشه، سبکتر میشیم، احساس پرواز میکنیم و لذا در خودشناسی کامیابی بیشتری به دست میاریم. یا اگر از گفتم از حافظ میشنوید یا از مولانا، پدیده عشق هم یه همچی چیزیست. همون که حافظ گفت مرا تا عشق تعلیم سخن کرد، کلامم نکته هر محفلی. میگه عشق به من تعلیم سخن میکنه. بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. این بلبل از گل حرف زدن یاد میگیره، نه فقط چهچه زدن، اصلا یه عالمی براش پیدا میشه. شخص عاشق در کنار معشوق کل نطقش واز میشه. توجه میکنید مولانا که حسام الدین شاگردش بود، دوست داشت، اصلا بهش میگفت پیش تو من نطقم واز میشه و وقتی که تو نباشی من بی سخنم، بی کلامم، دهانم بسته میمانه. این باز شدن نطق یعنی چی؟ اینا تجربه های مهم میست در این عالم. یا یه شاعر وقتی که یه مناظر خاصی رو میبینه، یا یک هنرمند، اون وقت نطقش باز میشه، اون وقت تازه هنرش شکوفا میشه. وحی چیزی از این قبیله، همین که بخوام یک استشمامی بکنیم، نزدیک بشیم به اون فضا که چطور میشه پیامبری میگه من یه چیزایی رو میبینم، من یه چیزایی رو میفهمم تو این عالم، به من یه چیزایی میگن، یه دستورایی میدن، چطوری میتونیم ما اینو نزدیک به فهم خودمون بکنیم، تقریب کنیم؟ یه امر کاملا بیگانه با ما نیست. و این حرفیست که عارفان ما هم زدن دیگه، در واقع اونو معتقدن به همه وحی میشه و منطقه بعضی حالیشونه و جدی میگیرن و میفهمن و دنبالشو میگیرن و سعی میکنن که تقویتش کنن گیرنده های خودشونو، بعضی هم نه، اهمیتی نمیدن و گیرنده هاشون همطور کاهل و تنبل باقی میمونه و نصیب چندانی نمیبرن. ولی این در برحال اختیار هر کسی است که بتواند خودش رو به اون مخزن و به اون فرستنده نزدیکتر بکنه یا دورتر بکنه. همه پیامبران میگفتن، البته این در اسلام گفته شده است، که مثلا شرابخوری آدم رو دور میکنه، گیرنده هاش رو کند میکنه. همه شون میگفتن که شب زنده‌داری گیرنده ها آدم رو تیز میکنه. در خود قرآن هم هست، خداوند به پیغمبر میگه شبا ما بیشتر سراغ تو میاییم، شبا. ان لک فی النهار سبحا طویلا، در سوره مزمل، روزا تو گرفتاری زیادی داری، تو خیلی اشتغالات داری و این اشتغالات در واقع آینه دل رو کدر میکنه. ان لک فی النهار سبحا طویلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، در شب ما قول ثقیل، یک گفتار سنگین، یعنی حرف وزین برای تو میفرستیم. این وحی های اساسی وقتی بود که این نفس آرامش حاصل کرده بود، این آینه ضمیر سیقل خورده و این طوفان های درون فرو نشسته، اونگاه بود که شخص میتونست بدون غبار و بدون این وسوسه های بیرونی یه حقایق تازه رو کشف کنه و بفهمه. حتی شما، من یادم، ما دانش آموز بودیم دبیرستان، اصلا کار به ما اینجوری یاد داده بودن که شما شب زود بخوابی، صبح خیلی زود بلند شید، درساتون حاضر کنید. خیلی کار خوبی بود، شما میکنید یا نمیکنید. ما به جای اینکه شب بشینیم تا نیمه شب، من هنوزم هم چه عادتی ندارم، واقعا هیچ وقت نبوده که یک روزم، یک شبم من در این عمر 70 ساله خودم تا صبح برای درس خوندن بیدار نشستم.
هیچ وقت. و اصلا نمیتونستم این کار رو بکنم، نمیتونستم. ما عادت کرده بودیم، ما عادت داده بودن شب زود میخوابیدیم، 8 صبح. من بچه های خودم هم همینجوری عادت دارم، و اول صبح زود بلند شیم. میگفتن مطالعه اون وقت خیلی بهتره، فکر اون موقع خیلی صافتره، خیلی تیزتره. واقعا هم همینطوره. شما اگر امتحان کردید که خوب، اگر هم نکردید امتحان کنید، قطعا نتیجه خوب میبینید. حالا ببینید این که در سحرها، در صبحگاهان، وقت زود، همطور که گفتم در اون وقتا نفس آدم آمادگی خیلی بیشتری داره، اینجوری وحی میاد سراغ آدم. گفتن که اتفاقا خوابهایی هم که آدم همون نزدیک سحر میبینه خوابهای خیلی بهتریه تا خوابهای اول شب که شکمش پره و اینا و دیگه معلومه که چه خوابهایی هست. این قصه وحی بود. حالا بعد حالا ایشون پرسیدن که این وحی چه فرقی با چه؟ این وحی هیچ فرقی با چیزای دیگه نداره. ببینید من عقیده خودم رو میگم، چه قرآن، چه حدیث قدسی، چه روایاتی که پیغمبر، اینا همشون از جنس وحی هست، هیچ فرقی نمیکنه، یعنی ارزش یکسان داره. ما اگر یه روایت قطعی از پیغمبر داشته باشیم، همونقدر برامون مهمه که یه آیه قرآن، هیچ فرق نمیکنه. اینا همشون به لحاظ ارزش وحیانی هست. فقط شما ممکنه از من بپرسید که فرق قرآن با اون بقیه چیه؟ فرقش اینه که الان برای شما عرض میکنم. باز یه مثالی میذارم. ببینید ما حافظ رو میشناسیم. این حافظ خب اشعاری از خودش به جا نهاده، اشعاری که در اوج بلاغت است. اما این حافظ فقط شعر نمیگفته، فقط تو خونش با زن بچه‌ش هم صحبت میکرده، تو کوچه و بازار با دوستانش و اینا هم صحبت میکرده. همه اینا سخن حافظ بوده، اما در یه مواردی خیلی حافظانه بوده، خیلی حافظ خودش بوده و شعر میگفته، در یه مواردی ریلکستر بوده به اصطلاح، اما همش از یه شخصیت صادر میشه. پیامبر اسلام یه وقتایی خیلی پیغمبر بوده، یعنی به این معنا که خیلی وصل بوده و در اوج اون قله نبوت قرار داشته، ارتباطش خیلی خیلی ارتباط قوی بوده، لذا کلماتی رو میگرفته که اینا رو ما نامش رو میذاریم قرآن و مثل دیوان حافظ. اما یه وقتایی دیگه هم همچنان شأن پیامبرش محفوظه، کلماتش همچنان وحیانیه و پر اهمیته، اونا از جنس دیگریست. اما اگر قطعی بودنشون برای ما ثابت بشه، یعنی ما مطمئن باشیم که اینا رو قطعا پیامبر گفته، از نظر اهمیتی که برای ما داره هیچ فرقی با قرآن نداره. اگر امریست، اگر نهیست، اگر خبر از واقعیتیست، همشون هیچ فرقی با قرآن ندارن، یعنی میتوانن به همون نحو مورد عمل و مورد نظر قرار بگیرن. البته در احادیث قدسی، من رو بهتون بگم، در واقع اکثرش احادیث مجعوله متاسفانه. الان اینجا دوست عزیز ما روایت رو خوندن که لولا کلمه خلق الافلاک، عموم محدثین گفتن این روایت جعلیه و همچی چیزی ما نداریم. حالا البته شیعیان متاسفانه خیلی هم به این روایت اضافه کردن. این روایت میگه که اگر تو نبودی ای پیامبر، من افلاک آسمان ها رو نمی آفریدم. بعد در روایت شیعه اومده است که خداوند گفت، اگر به علی گفت که اگر علی نبود تو رو هم ای محمد نمی آفرید. بعد یک روایت، من سفر اخیری که در ایران بودم جدا عرض می کنم، قم رفته بودم، به در و دیوار قم نوشتن که خداوند به فاطمه گفت ای فاطمه اگه تو نبودی علی رو نمی آفریدم. اگه علی نه، اینا دیگه همینطور یکی پس از دیگری به هم دیگه اضافه شده، از اصلش باطله، چه برسه این فروعاتی که بهش اضافه شده. حالا من کاری به خصوص بعضی از این روایات ندارم، شاید یک روایت قدسی باشه که هم شیعیان نقل کردن، هم اهل سنت نقل کردن و مورد عمل عموم عارفان ما هم قرار گرفته، چون سخن از حدیث قدسی رفت نمیتونم این رو بگم، که بسیار مهمم هست و اون روایت این است که خداوند فرمود که بنده من از طریق نوافل و فرائضی که من بر او مقرر کردم اونقدر به من نزدیک خواهد شد که من گوش او خواهم شد، چشم او خواهم شد، دست او خواهم شد. یعنی آدمی اونقدر نزدیک به خدا میشه که با چشم الهی میبینه، با گوش الهی میشنود، از طریق همین عباداتی که خداوند مقرر داشته است. این یک روایت قدسی است و بسیار معتبر است و معتمد است و شایسته عمل است و عموم عارفان ما هم به او عمل میکردن. اتفاقا من در وحی شناسی خودم هم همین روایت رو مورد استفاده قرار دادم.
که چجوری میشه که آدم گوش خدا بشه، چشم خدا بشه، زبان خدا بشه. توجه میکنید؟ خب پیامبران زبان خدا بودن دیگه. به قول مولانا میگفت امستو را گوش کن خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. آدم میتونه زبان حق باشه، میتونه گوش باشه. پیامبران زبان حق بودن، این هر چی اونا میگفتن خدا گفته بود، همینو بس. و وحیی که به اونا میشد، یعنی اون که پر میشدن از یک موضوعی و اون رو بیان میکردن، ما به همین میگیم وحی. حالا چون وقت بودم تقریبا تمومه، یه دو تا سوال رو میپرسم. اولا که خب شما دو تا مطلب خاص فرمودید در طول این چند سال، به نظرم اولی خاص‌تر از دومیه. اولی این بودش که این کلام محمد است، کلام خدا نیست، یا حتی اول قرآن. قرآن بعد قرآن کلام محمد است، کلام خدا نیست. سلام، نه اینکه کلام خدا نیست، کلام محمد اصلا خدا حرف نمیزنه. روایت ایشون حرف بزنه. همین حالا مثلا من میخوام ولو اشتباهش رو بگم، شما برام درستش رو بفرمایید، تصحیحش رو بفرمایید. در واقع خب شما، من حالا پاسخی که به شما داده شد خیلی متنوع و این از اون موضوعاتی بودش که وقتی که این چیز نوشته بود عربیان گالف، راجع به پرژیان گالف وقتی نوشته بود عربیان گالف، بعد یه مجله مشهوری نوشته بود این قضیه باعث شد از تندروترین روحانیون خلاصه شیعه تا تندروترین اپوزیسیون همه متحد بشن که آقا این عربیان گالف نیست، این پرژیان گالفه. شما همین بحث، همین مسئله که این مسئله کلام خدا نیست و بیان پیامبر است و اینها، وقتی این رو مطرح کردید، از خلاصه تندروترین علمای سنتی تا مدرن‌ترین روشنفکرین دینی رو ما دیدیم که مقاله دادن و جواب دادن و مخالفت کردن. یعنی تقریبا میشه گفت از اون موضوعاتی بودش که اتفاق نظری داشتند و هنوزم با وجودی که چندین سال گذشته در واقع اصرار دارن که این فکر رو دوست ندارن جا بیفته و نمیپذیرن. و اگر هم شما پاسخهاشون رو مرور کنید، اصلی ترین پاسخی که در واقع مطرح میکنن استناد به خود آیات قرآن هست. یعنی آیات متعددی از قرآن در واقع مطرح میشه. مثلا محاله یه سریشو، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولا کان بعضهم لبعض ظهیرا، یا مثلا موارد مختلف دیگه‌ای که اصرار میکنن اینکه قول آمده، بیاناتی که در واقع به پیامبر دارد میگوید که تو بگو، و اینکه پیامبر آنچه که به نام قرآن بود رو تفکیک کرد از آنچه که به نام غیر قرآن بود، و موارد مختلف دیگه‌ای که دلیل میارند اینها. من دو تا سوال رو میپرسم در این وقت باقی مونده. اولا که به نظر شما چطور میشه پاسخ داشت؟ یعنی خب به هر صورت ما به قول شما دنبال حقیقتیم، اینجا کسی بنا نیست که از روی تعصب اصرار بکنه روی یه موضعی، ولی حالا دل مؤمنینی که این آیات قرآن رو میخوندن چطور میشود که اینها رو در واقع قانع کرد که با وجود این آیات بسیار متنوعی که اصرار داره که قرآن رو به من یک پکیجی که از بالا آمده و پکیجی است که حتی اون آیه ای که میگه که ولو تقبل علینا بعض الاقاویل اخذنا، اگر که چیزی به ما نسبت بدهد پیامبر، ما رگ گردن او رو میزنیم، و اصلا تهدید میکنه که این پیامبر اصلا از خودش حقی نداره که بخواد چیزی رو به نام قرآن معرفی بکنه. یا آیات دیگری که به هر صورت انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون تنزیل من رب العالمین و آیات دیگری. شما پاسختون به این که این تناقضی که به نظر میاد به گستردگی با بعضی آیات قرآن همخوانی نداره، و این رو خیلی همش روی این قضیه تاکید کردن، این رو شما چه توضیحی براش دارید؟ و سوال آخرم با توجه به وقت برنامه اینه که حالا نظرات شما رو فرض کنید قبول کردید، فرض محالیست ولی فرض کنید که همین مسلمان ها از فردا گفتن که همینطوری که آقای دکتر سروش گفت، ما فرض میکنیم این خواب بود و پیامبرم روایتی از خودش مطرح کرد، این به نظر شما نتیجه عملیش چه خواهد شد؟ یعنی قرار این نظرات شما در واقع در نهایت به کجا برسونه؟ قراره که مسلمان ها نماز نخونن، قراره که روزه نگیرن، قراره که اسلام یک نظر چیز باشه، یا نه قراره که عین همینی که هست باشه، فقط سعی کردید یه مقدار کمک کنید مردم ارتباط برقرار بکنن؟ این در واقع اونم همچنان در اذهان این سوالات وجود داره. بعد نیستن بعضی از اونا رو اختصار بگم، اما خب به دوستانی که علاقه مندن پیشنهاد میکنم، توصیه میکنم که به نوشته های من و پاسخ های من به این موضوع مراجعه کنن که روی سایت من هست. خب طبیعی است اونجاها من مبسوط تر و با مستندات بیشتری
به این مسائل پرداختم. ببینید، آره من میدونم که به ظاهر با بعضی از آیات قرآن شاید سخن من منافات داشته باشه، مغایرت داشته باشه، ولی به گمان من اساساً این مواجهه بیراهه است. شما میدونید که یکی از اصولی که من در کتاب قبض و بسط آوردم این است که ما هیچ نصی نداریم، یعنی هیچ کلامی نداریم که منظور خودش رو بتونه واضحاً بیان کنه. ما همیشه تکست رو در پرتو پیش‌فرض‌ها معنا می‌کنیم و بدون پیش‌فرض هیچ تکستی تفسیر پیدا نمی‌کنه. لذا این درست نیست که ما بشینیم قرآن رو بخونیم بگیم گفته قول یعنی بگو، بعدم بگیم که خب این خودش داره به پیغمبر میگه برو بگو دیگه. بنابراین پیغمبر نیست که اینا رو میگه، یه کسی دیگه ای داره به اون میگه. خب حالا اجازه بدید من یک سوالی برای شما مطرح کنم تا فقط همین قصه که پیش‌فرض اینجا وجود داره روشن بشه. یه شعر از حافظ براتون بخونم. حافظا در کنج فقر و خلوت شب‌های تار، تا بود درست دعا و ورد قرآن غم مخور. کیه که به حافظ داریم؟ به حافظا یه کسی داره خطاب میکنه به حافظ دیگه. کیه؟ یه کسی دیگه یه داره به اون میگه ای حافظ تا اینطوری، یا خودش داره به خودش میگه؟ کدومی که این دوتاست؟ ما چون همچی فرضی نداریم که یه کسی دیگری به حافظ داره خطاب میکنه، این کلمه را چنان معنا میکنیم که گویی خود او خود رو مخاطب قرار داده است. غیر از اینه؟ بنابراین ولی اگر فرضمون بود یک کسی دیگری داره این حرفا رو یاد حافظ میده، اون وقت میگفتیم اون داره به این میگه حافظا. یا وقتی که میگیم سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. سعدی یا خطاب به سعدی است، کی داره به سعدی خطاب میکنه؟ باز در اینجا شما به خود لفظ نمیتونید اکتفا بکنید، میگه خود لفظ داره میگه کی داره به سعدی خطاب میکنه. نه، پیش فرض شما اینجا مهمه. فرض شما این است که سعدی یک ندا کننده ای داشته یا داره از ابزار ادبی استفاده میکنه، میخواد یه حرفی رو بزنه، به صورت خطاب به خودش این حرف رو میزنه. اینو بهش میگن ابزار ادبی دیگه که ما استفاده میکنیم. من عین این مطلب در مورد قله هایی که تو قرآن گفتن. ببخشید، یک صفیحی وجود داشت که الان وجود نداره به نام آقای معمر القذافی. ایشون صریحا گفته بود تمام قله های قرآن رو باید برداریم. واقعا نظرش این بود، میگفت خدا به پیغمبر گفته بگو، میگه من برای چی بگم بگو؟ من به کی دارم میگم بگو؟ بنابراین این بگوها رو برداریم. ببینید اون نظر نتیجهش همین میشه، راست میگه. یعنی اگر واقعا خدا به پیغمبر گفته برو به خلق بگو، من که دیگه نمیخوام به خلق. گفته خدا به پیغمبر گفته قول هو الله احد، برو به مردم بگو خدا یکیست. خب من دیگه خودم میگم خب هو الله احد دیگه، قول هو الله احد یعنی چی؟ این نتیجه اون درکه که درک باطلیست، ولی درک عامم هست. همه هم همینو میگن. خدا، من این رو نمیگم، من میگم پیش فرض من این است که پیامبر خودش به خودش داره خطاب میکنه و این مثل سعدی است که به خودش خطاب میکنه، این مثل حافظ است، هیچ اشکالی هم نداره. این یکی از فنون بلاغی است که وقتی شما میخواد یک سخنی رو تأکید کنید، یک سخنی رو به رخ مخاطب بکشید، یک سخنی رو در ذهن او بنشانید، به صورت خطاب بیان میکنید، نه لزوماً به مخاطب، خودت رو مخاطب قرار بدید. یه وقتی من به شما میتونم بگم که آقای فلان، یه وقتم میتونم به خودم بگم، اما این وقتی به خودم میگم شما متوجه میشید که در واقع دارم به همگان میگم. این یعنی که پیامبر وقتی داشت آیه‌ای رو دنبال وحی نازل شده مطرح میکرد، نظر شما اینه که در اون لحظه اتفاقی افتاد، یا اینکه نه پیامبر حالا این ایده های کلی از قبل در ذهنش بود و یه دفعه شروع میکرد در یک حالتی، مثلا حالا میگن لنگ روش تغییر میکرد، یا یک دفعه شروع میکرد حرف زدن، یه سری آیاتی رو میگفت، یه دفعه دستور جنگ میامد، یه دفعه 40 روز قهر میکرد، وحی نمیامد، بعد جواب راجب سه تا قوم رو میگفت. اینها اون لحظه‌ای که ایشون کلمات رو داشت میگفت اتفاقی افتاده بود یا نه؟ این اصلا یک حالتی بود که ایشون مثلا در اندیشه خودش فرو رفته بود، یه دفعه شروع میکرد حرف زدن. مثلا حالا هر کدوم اینا باشه هیچ اهمیتی نداره، هیچ تفاوتی در موضوع حاصل نمیکنه. ببینید یه شاعر رو در نظر بگیرید، یه دفعه یهو یه شعری به نظرش میاد میگه، یه وقتا میشینه فکر میکنه یه شعری میگه، یه وقتی تو خواب شعر میبینه،
بنده خودم همه من شاعر البته نیستم، ولی یه چند شعرهای یه وقتایی مرتکب شدم. یه وقتا یه دفعه شعر میاد همطوری به ذهنم میگم، یه دفعه روان، یه میری 10 بیت 15 بیت همینطور خیلی راحت. یه وقت هم هست تو خواب من شعر میبینم، من بعضی از شعرهایی که دارم تو خواب دیدم به من گفتن. حالا فردا نید بگید فلان ادعای نبوت کرده. یکی هم این که یه وقتا میشینم فکر میکنم، یعنی شعر جوششی نیست به اصطلاح، کوششیه، یه ایده ای رو دارم دربارش فکر میکنم و شعر میگم. مثلا گفتیم که و خطاب به حکومت، با شیخ شهرگویی که ظالم به چه فتاد، تا سنگ تجربت نزند بر سبوی خیش. خیلی خوب، من میخوام بگم اینا هیچ کدوم فرقی نمیکنه. این که میگید مثلا یه مدتی قطع شده بود وحی پیغمبر نمیشون، خب بله، یه شاعری یه مدتی هم ممکنه شعر نیاد، اصلا شعرش نیاد، واقعا همینطوره. نه او یه عالمی، ممکنه مدتها بگذره یه فکر نو به ذهنش نیاد، یک مرتبه خودش رو در هجوم اندیشه های بدیع و جدید ببینه. همه این اتفاقا میفته. در مورد پیامبر هم داره، من به شما گفتم وحی مثل رویا میمونه، یه وقت شما خواب نمیبینی، یک سال میگذره خواب نمیبینی، یه دفعه ممکنه چند شب پیاپی خواب ببینی، یه مدت ها میگذره شما خودتون رو وسوسه‌ای در خودتون احساس نمیکنی، یه دفعه ممکنه وسوسه های گوناگون جان شما رو فرا بگیره. همه اینا هست. از دید خدایی هم در این عالم ما نظر کنیم، همه اینا حکمت داره. یعنی تک تک ما زیر نظارت مستقیم خداوندیم، تک تک ما هم حساب داره که چرا امروز من سردم میشه فردا گرمم میشه، امروز نمیدونم حالم دیپرستم فردا حالم بهتره، این چنینه اون چنانه. فقط این نیست که پیامبر در قبضه قدرت خدا بوده، همه ما در قبضه قدرت خداییم و همه ما تحت به هر حال این فرمانهای او هستیم. لذا قصه یه قصه همگانی است، منتها خب پیامبر در یه سطح بالاتر این تجربه ها رو داره، دیگران در سطوح پایین تری. درست مثل حافظ که خیلی شاعر خیلی زبردستر است، بعد شما وحشی بافقی هم دارید و ایرج میرزا هم دارید، هم کیام دارید، اینا بالاخره بر خودشون شاعر هم میپلکن، میگفتن که اهل بخیان به اصطلاح، ولی نه اون بخیه زنهای اصلی. لذا همه جورش رو ما داریم و پیامبران در قلن ببینید انقطاعی وجود نداره، کانتینویتیه، این خیلی مهمه. یه تداوم وجود داره از وجود پیامبران تا پایین، یعنی همون که تو شعرهای نظامی هم هست، میگه پیش و پسی و صف کبریا، پس شعرا آمد و پیش انبیا. از قدیم هم اینو میگفتن، بودن در حضور خداوند همه صف بستن، اول صف انبیا بودن، پشتشون شعرا بودن. ببینید این خیلی جالبه، یعنی از گذشته هم این نکته رو درک میکردن که شعرا یه نسبتی دارند با نبوت. اون نسبتشون اینه که اونا هم مشمول الهام قرار میگیرن، اون نسبتشون اینه که کار اونا هم هنریه، اون نسبتشون اینه که اونا یه گوش و چشمی برای شنیدن و دیدنهایی دارن که مردم عامی و عادی ندارن. اینه نسبتشون، البته هر کدوم تو حوزه خودشون. اما شما اگر این قیاس رو بکنید، این قیاس میتونه شما رو راهنمایی کنه، خیلی راحت یه درایی رو به روی شما باز کنه که باز نبوده. صحبت من اینه. اما اینکه پیغمبر چه حالتی داشت، من که نبودم اونجا، ولی من میتونم یعنی به شما بگم این اتفاقیش که خب برای همه میفته و گاهی هجوم معارف گاهی هم نیست. من یه مثال دیگه رو میذارم، مثلا میگه که تلک من آیات، میگه این آیات از غیب داره به تو خبر میده، بعد جای دیگه در قرآن میگه که بگو اگر من غیب رو میدانستم لستکثرتو من الخیر و ما مسنی سو، دیگه اگر من پیغمبر غیب رو میدونستم خیر برام زیاد میشد و سو بد میشد. بعد جای دیگه میگه ولی این آیات داره به تو از غیب خبر میده، یعنی گویا خود قرآن اصرار داره تفکیک کنه که این از خود پیغمبر نجوشیده، خود پیغمبر غیب رو نمیدونه، خود پیغمبر خبر نداره که یا یه دیگه هست که میگه تو نمیدونستی که مثلا این اتفاقاتی که در گذشته در تاریخ افتاد اینا رو ما داریم به تو خبر میدیم. یعنی اصرار داره که اینها آموزه هایی است که از جای دیگری آمده. حالا این رو شما ببینید، من اینا رو هم بهش پرداختم. شما هیچ وقت در خواب ندیدید کسی به شما یه چیزایی بگه؟ تو خواب دیگه، به قول مولوی میگه ما تو خواب از پیش خودمون به پیش خودمون میریم. تو در آن گاهی که خواب اندر شوی، تو ز پیش خود به پیش خود روی. خیلی این مطلب مهمی است. خیلی ها رو دیدید میگه مثلا من پدرم رو خواب دیدم. خب پدر من تو خواب من چی کار میکنه؟
من در واقع خودم رو به صورت پدرم میبینم. توجه فرمودید، خودم رو به صورت یکی از درگذشتگان مثلا 200 سال پیش میبینم. اونا که تو خواب من نمیان که، اصلا جاشون اونجا ها نیست. آدم با خودش حرف میزنه، منتها این چنین میبیند که دیگری داره با او حرف میزنه. این خیلی چیز مهمی است. همین امروز هم به او کلی از روانشناسا واقفن. در گذشته مولوی خود ما هم همین حرف رو میزد. شما این آیه هایی که بر سرش قولی هست، قولش رو بردارید. قل لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. بگو اگر من غیب میدانستم خیر زیادی رو ذخیره میکردم. اصلا این بگو رو رها کنید. اگر من غیب میدانستم خیر زیادی رو ذخیره میکردم. هیچ فرقی نمیکنه. اون بگو برای تاکید بر مطلبه. اون چیزیست که گفتم پیش‌فرض ماست که آیا پیامبر با دیگران داره میگه یا با خودش داره میگه. به نظر من داره با خودش میگه و درست جز فنون بلاغی است که در شعر و هنر و ادب هم به کار میرود، هیچ اشکالی هم نداره، کلامم کاملا معنی داره. اما اینکه پیامبر به غیب ارتباطی نداشته، خب بله، ببینید ما از طریق رؤیا به غیب ارتباط پیدا میکنیم، یعنی یه چیزای ندیده‌ای رو میبینیم. anyway حالا گاهی بنده که پیغمبر نیستم اون چیزای ندیده رو، ممکنه خوابهای آشفته باشه و من امور باطل و بی اساسی رو ببینم، ولی گاهی که نه، بالاخره حق باشه و صحیح باشه. به این ترتیب در واقع ما ارتباطمون هم همونطوری برقرار میشه. منتها من میخوام اینجا یه نکته رو بگم. غیب یعنی چی اصلا؟ این خودش یه مسئله است که بیشتر از این بعد مورد بررسی قرار گرفت. یعنی اون چی که غایب از حواس ماست، اون چی که در ضمیر ماست، در ضمیر ناخودآگاه ماست، اینا همه غیبه. ببینید حافظ هم وقتی شعر میگه از غیب شعر میگه. اگر شما به حافظ بگی شعر را کجا آوردی، واقعا قبل از شعر گفتن نمیدونستم که شعرهای ظاهر خواهد شد. توجه میکنید آدمایی که مهارتی در یه امر دارن، کارایی رو که میکنن خودشون نمیدونن چی کار میکنن، بعدن میفهمن چی کار کردن. شعرهایی که بر زبان آدم میاد، یا مثلا تئوریسین هایی که یه تئوری برشون میاد، شما چجوری میگین تئوری از عالم غیب اومده؟ یعنی برای اینکه خودش قبلا این تئوری رو نمیدونست، اگه میدونست که خب میدونست جلوتر بیان میکرد. یه تئوری که یه مرتبه در ذهن یه کسی میزنه از کجا میزنه؟ شما چه توجیهی برای این دارید؟ و ما این رو در عالم علم فراوان داریم، تو عالم فلسفه فراوان داریم. حالا میگن جناب نیوتن مثلا سیب افتاد از درخت، البته قصه دروغی است، ولی میگن این مرتبه به اصطلاح تریگر کرد و تلنگری زد که ذهن جناب نیوتن رفت به طرف این که مثلا تئوری جاذبه رو. البته این طور نبود، خیلی مقدمات داشت، ولی به هر حال نیوتن چیز تازه‌ای گفت که دیگران نگفته بودن و از تئوری‌های قبلی قابل استخراج نبود. این امر تازه از کجا میاد؟ برای نیوتن غیب بوده دیگه، نبوده، ناپدید بوده، نادیدنی بوده، ناگهان ظاهر شده و آمده جلو. معنیش اینه. یعنی من، ببینید، من نمیخوام پیامبری رو کوچک بکنم، ولی میخوام مفهوم بکنم. اتفاقا از این جهت مقبولتر است. یعنی آدم میتونه بفهمه که چطور این پدیده رخ داده، به چه معناست که پیامبران میتونن اصلا واقعیت داشته باشن. چون غیر از این شما بگید برای خیلی ها پیامبران از جنس آدم های خیال باف میان. من میخوام میگم نه، خیال بافی نبوده. یه پیامبری میتونه متصل به غیب بشه، همونطوری که نیوتن هم یه امر غیبی برای ظاهر شد، همونطوری که برای اینشتین هم شد، همونطوری که برای داروین شد، برای پاستور شد. پاستور خودش میگه وقتی که من اون کشف خودم کردم در مورد اون قندهای لبوژیر و دکستروژیر و اینا که نورای پولاریزه رو به راست و چپ میچرخونن، گفت به قدری برای من عجیب بود که من از فرط هیجان میلرزیدم و استادم در کنار من ایستاده بود، او هم با من میلرزید. این هیجانی که پاستور رو در اثر اون کشف به لرزه در آورده، خیلی شبیه حالات پیامبران است که در اثر وحی دچار احوال غیر متعارف می شدن. و این کشف یه چیزی وارد میشه بر آدم، خودش نیندیشیده، فکرشو نکرده، پلنینگی در کار نبوده و شما میتونید بگی از غیب آمده، یعنی از یه جهان نادیده، از یه جایی که من نمیدونم کجاست، یه مرتبه اومد تو کله من، یه مرتبه به ذهن من رسید. همینه دیگه. من تلقیم این استش که به این معنا شما خیلی راحت میتونید مسئله رو تحلیل بکنید. و قرار نیست عمل خیلی
اتفاق در عمل ببینید، در عمل ببینید تفاوت اون چه که من در باب وحی میگم و دیگران این است. خب یه جاهای فرقی نمی کنه البته. اولا در عمل نکته اول این که یه مسئله کلامی حل میشه. ببینید یه مسئله age old problem که از اولی که متکلمین ما شروع کردن به بحث راجع به کلام باری، اینکه خدا چجوری حرف میزنه. بعدم خب خدا که دهن نداره، ذهن نداره، فکر نداره اینا، و خیلی گرفتاری داشتن در تحلیل نحوه تکلم باری. به نظر من اگر ما گفتیم که کلام خداوند همون کلام پیامبره یا کلام پیامبر همون کلام خداونده، من گمان میکنم که ما یه مسئله کلامی مهمی رو تقریبا حل کردیم. خیلی چیز مهمی است. منتها این ارزشش رو کسانی درک میکنن که بالاخره این تاریخ علم کلام رو بدونن، اون مناقشاتی رو که متکلمان با یکدیگر داشتن، اون قرد که در سر کله همدیگه زدن، تکفیرها که صورت گرفت، اینا رو دیده باشن، اون موقع متوجه میشن که این چیه. در واقع این تئوری رویایی بودن وحی هم برای خود من یک رویا بود، برای خود من هم یه وحی بود و لذا خیلی کم نداره از خود موضوع و صورت مسئله. اما نکته دوم، ببینید وقتی که شما این رو کلام پیامبر بدانید، اون وقت تمام خصوصیات پیامبر و زمانه پیامبر و تاریخ پیامبر، همه اینا در وحی اوریزش میکنه. خیلی فرق است بین این که ما بگیم که اینا کلماتی است که از آسمان آمده، از عرش آمده، از ازل و ابد آمده، یا این که بگیم که پیامبر کارخانه تولید این سخنان بود و لذا شخصیت او در تمام این کلامش ریزش کرده. و همین سبب هم هست که بنده معتقدم که تمام اون چی که تحت عنوان فقه ما در اسلام داریم، یعنی اوامر و نواهی، اینا همش موقت است، یعنی متعلق به زمان پیامبره، مگر اینکه خلافش اثبات بشه. این خلاصه سخن بنده است. اما چون بنا بود که وقتی گذاشته بشه برای سوالات دوستان، من دیگه به اختصار عرض کردم. خیلی ممنونم.